میگفت عدنان میخواد تو رو از کار برکنار کنه، تا حالا هم به خاطر اون کاری نکرده. میگفت عدنان قراره خودش بهت بگه. اصلا بهش این فرصت رو نمیدم. فردا میرم وسایلمو برمیدارم. بهت گفتم بیا از اینجا بریم، بچه ها رو برداریم و بریم، میریم لس آنجلس، یه خونه تو ساحل اجاره میکنیم. نه مامان، نه سمر، نه هلمی، نه عدنان، هیچ کدوم تو زندگیمون نباشن. حتی فکر کردنشم خوبه. من نمایشگاه عکاسی میذارم، تو هم یه دفتر باز میکنی، درد سر رو با خودمون نمیبریم. وقتی بچه هامون همراهمونن لزومی نداره اینجا بمونیم. باشه میریم، فقط یه خورده بهم فرصت بده. یه کاری هست که باید انجام بدم، بعدش هر جا که بخوای میریم. یعنی مامانته؟ من باز میکنم. شبتون بخیر آقا. کاتیا؟ من به کمکتون نیاز دارم، با تاکسی اومدم، پولم همرام نیست. چی شده؟ همه چیزو براتون تعریف میکنم. خوب شد مهند تلفنی چیزی بهشون نگفت، تا برسن خونه بی خودی نگران میشدن. خدا رو شکر ماشین پلیس دم در نموند، بایلا خبرنگارا می اومدن و حالا بیا از دستشون خلاص شو. چرا بهش اجازه میدی اینطوری باهات حرف بزنه؟ کی؟ سمر دیگه، کیو میگم؟ با تو مثل یه آدم غریبه صحبت میکنه و تو هم اصلا هیچی بهش نمیگی. مادمازل مراد، نمیتونم تحمل کنم، دوست دارم به بابا شکایتشو بکنم. وقتی بابا میاد فورا طرز حرف زدنش عوض میشه، میگه شوخی میکنم، ولی میدونم که شوخی نمیکنه. تو که خیلی سمر خانمو دوست داشتی. ولی دیگه دوستش ندارم، اونطوری که من فکر میکردم نیست، تازگی ها اینو فهمیدم. اینطوری حرف نزن. نه میخوام حرف بزنم. یا ما دوست داشتیم اینطوری بشناسیمش، یا اینکه از قصد خودشو به ما اینطوری نشون میده. برات یه لیوان شیر آوردم. اگه نخورمش ناراحت میشی؟ میل ندارم. نه چرا باید ناراحت بشم؟ مرسی، من میخورمش. خب دیگه شب بخیر، سعی کن به روی خودت نیاری، به کسی حرفی نزن، تو فقط یه خورده عصبی هستی. من همیشه ساکت میشم، تو عذرخواهی هم کردم در صورتی که اشتباه نکرده بودم. شاید اشتباه میکنی، سعی کن اینطوری فکر کنی، قبلا دوستش داشتی، شاید نظرت در موردش عوض بشه. شب بخیر. شب بخیر. یعنی تا اینو نخورم نمیری پایین؟ لمیز خانم، سمر خانم و فیروز خانم کاتیا رو لو دادن، اونو به پلیس خبر دادن. تو از کجا میدونی؟ دیروز شنیدم داشتن صحبت میکردن، حرفای عجیبی میزدن، میگفتن میخوان بیرونش کنن. دوست نداریم بدونین چی شد؟ چرا کاتیا کتک خورد؟ چی کار کرد که فیروز خانم عصبانی شد؟ این موضوع هیچ ربطی به ما نداره. فیروز خانم و سمر خانم خیلی واسه کاتیا ارزش قائل شده بودن، چه اتفاقی افتاد که اینطوری شد؟ چرا کاتیا رو اینطوری بیرون کردن مادمازل؟ به نظرم کاتیا یه کار خیلی مهمی کرده، خدا میدونه.